مهمان چند شب گذشته دور همی ژیلا صادقی بود. او آنقدر سریع و کامل همه چیز را توضیح داد که جای هیچ سوالی را برای مدیری باقی نگذاشت. تا جایی که مجری دور همی گفت: با توجه به توضیحات کامل خانم صادقی برنامه را تمام می کنم و به رسم همیشه سوال پایانی را می پرسم. احساس خوشبختی می کنی دقیقاً؟ او در ادامه گفت: همه چیز را گفتی و اصلا اجازه ندادی من سوال کنم. میذاری منم سوال بپرسم؟ من اینجا پوسیدم. در ابتدا مدیری درباره شروع فعالیت صادقی سوال کرد و او گفت: من در دوران دانشجویی علاقه‌مند به بازیگری بودم، اما به دلایلی احساس کردم با روحیات من سازگار نیست. با توجه به نوع تربیت خانوادگی و سفارشایی که پدر و مادر به من برای حضور در اجتماع داشتند و همچنین آسیب‌هایی که ممکن بود به سمت من بیاید، خود را قوی ندیدم و ترجیح دادم شیوه کارم را تغییر دهم. وی افزود: به خانواده قول داده بودم کاری کنم که از من راضی باشن. برای همین با دنیای بازیگری بعد از کارهای همچون هزاران چشم، بی همتا و روزهای زندگی خداحافظی کردم. بعدها هم با پیشنهاد آقای میرکریمی برای بازی در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک دعوت شدم که البته چون در جایگاه مجری بودم پذیرفتم. در فیلم من سالوادور نیستم منوچهر هادی هم همینطور. صادقی درباره چگونگی شکلگیری فعالیت خود در عرصه اجرا اظهار کرد. بعد از اینکه از بازیگری خداحافظی کردم، در واحد دوبلاژ روی صدای خودم کار کردم. وارد فضای گویندگی شدم و نریشن خواندم. حتی گویندگی خبر انجام دادم که با روحیات من سازگار نبود. تا اینکه در سال 83 تصمیم گرفتم خودم را به دنیای کودکان نزدیک کنم. خوشبختانه با سبکی نو بیدارش و آفتاب شد را اجرا کردم که برنامه خوبی از آب در آمد. بعد از آن هم در زمینه اجتماعی کار اجرا را ادامه دادم. صادقی درباره ازدواجش گفت: من برای ازدواج دنبال کسی بودم که از خودم مردتر باشد. همسرم اولین بار در سال 94 لطیفه‌ای را برای من ارسال کرد و من با توجه به اینکه در روابطم مراقبت‌هایی دارم به هم برخورد و پاسخ ندادم. این پیام‌ها ادامه داشت تا اینکه یک بار پیام داد و گفت: خانم صادقی لطفاً جواب بدهید. خواهرم مریض است و ما از کدام مسیر به تهران برگردیم بهتر است؟ من هم گفتم: مگر من پلیس راهور هستم؟ نهایتاً در سال 95 از من خواستگاری کردن و ازدواج کردیم. صادقی درباره این که در دوران قرنطینه کرونا با همسرش اختلاف داشته یا نگفت: اگر به شما بگویم نه، دروغ بزرگی گفتم. به هر حال الان زمان بیشتری کنار هم هستیم و کلافگی کرونا روح همه ما را آزرده کرده و خشم طبیعت دامنگیر همه شده است و همین امور باعث شده یک جاهایی با هم اختلاف نظر داشته باشیم، اما من آدم صبوری هستم. صادقی در ادامه از همکاری خود با تهیه کننده های کار بلد گفت و اظهار کرد: اگر حمله بر خود ستایی نباشد و نگویند چقدر از خود راضی هستم، من کارم را بلدم. برای آن زحمت کشیدم و برای یک ساعت اجرا ساعتها مطالعه کردم و از افراد کار بلد مشورت گرفتم. تهیه کنندگان و کارگردانانی که با من کار کردن هم وقتی از من راضی بودند خیلی با احترام رفتار می کردن. من با آقای محمد هاشمی اصل کار کردم که همه می دانند کار بلد است. می گفتند ایشان بد اخلاق هستند، اما من هیچ وقت بد اخلاقی او را ندیدم، چون به کارم تسلط داشتم و چیزی که می خواستند را اجرا کردم. او در ادامه در پاسخ به سوال مدیری درباره سواد رسانه‌ای گفت: سواد رسانه‌ای شامل یک یا دو آیتم نیست، خیلی چیزها را شامل می شود. صفر تا صد اجرا از رفتار مجری، هویت فردی او، اینکه اصلاً کیست و از کجا آمده، چقدر کارش را بلد است، آیا جسارت تسلیم شدن دارد یا نه را در بر می گیرد. مدیری درباره شباهت اجرای برخی مجریان به یکدیگر سوال کرد و صادقی پاسخ داد: این موضوع هم به سواد رسانه‌ای بستگی دارد. زمانی که شما از کسی تقلید می‌کنید، مخاطب می‌فهمد. من همیشه در مصاحبه‌ها می‌گویم که با شین و سین کردن رنگ مقنعه و شال را با سراسین ست کردن نمی‌توان مجری خوبی شد.
ما موجیان زیادی را دیدیم که آمدند و رفتند یا گذاشتنشان کنار و یا خودشان تشریف بردند. کسانی که پریشان کردند و خواندند و زدند. صادقی در بخشی از برنامه از روزهای کرونایی حرف زد و درباره فلسفه شستن دست ها گفت. این دست شستن برای من فلسفه جالبی دارد. باید ببینیم با این دست ها چه کرده ایم. چه درخت ها که قطع نشد، چه نان ها که از سفره کسی بریده نشد و چه دست ها که علکی برای کسی زده شد. صادقی در ادامه درباره مجریان رسانه ملی هم گفت در یکی از مصاحبه هایم گفتم ما سه گروه مجری داریم. یک گروه که کارشان را بلد هستند و همه می دانند و نیازی نیست نام ببرم. یک گروه هم خودشان زحمت شهرت خود را می کشند و می گویند که طلاق گرفتم، شوهر کردم، رفتم و آمدم، این حجاب را دوست دارم و آن حجاب را دوست ندارم، در واقع موج سواری می کنند. گروه سوم هم که همه جا هستند و آش نظری می دهند. وی افزود حتی از من پرسیدند که آقای مدیری مجریست و من گفتم نه ایشان مجری نیستند بلکه یک بازیگر کاربلد هستند که مردم دوستشان دارند و خیلی خوب می توانند یک برنامه را مدیریت کنند. ما مجریان کاربلد داریم. اگر تفکر شما این است که یک بازیگر می تواند یک برنامه را موفق کند، تجربه نشان داده که اینطور نبوده است. اجرا واقعا تخصصی است و من خواهش میکنم آن را شوخی نگیرید. ژیلا صادقی درباره ممنوع تصویریش میگوید من ممنوع تصویر از سوی سازمان حوزه ریاست و یا حراست نشدم. فکر میکنم و اسمش را خودم یک سوء تعبیر، سوء تفاهم و یا یک گفتگو در نشست دوستان و تخصصی مجریان میدانم که شاید به ذائقه دوستان خوش نیامده بود. ژیلا صادقی موجی برنامه‌های تلویزیونی متولد دوم شهریور ماه 1352 می باشد و دانش آموخته کارشناسی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1374 می باشد. از سال 1377 در آموزش و پرورش با ابلاغ تدریس می کردم و در روش تدریس در مقطع ابتدایی صاحب سبک هستم که در سال 1374 در آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به ثبت رسید. کار اجرا و گویندگی را به صورت جدی از سال 1377 با گروه سیاسی شبکه 4 سیما آغاز کرد. بعد از آن در شبکه‌های خبر اول و دو گروه تاریخ و معارف مشغول به فعالیت شد. وی قبل از آغاز گویندگی در واحد دوبلاژ در آموزش و پرورش تدریس می کرد و در سال 1370 در تست تلویزیون قبول شد. اما پس از وقفه ای از سال 1378 به عنوان مجری مقابل دوربین رفت و در طول این سالها چند مجموعه تلویزیونی و فیلم را هم تجربه کرده است. در دوم خرداد ماه 1395 با محسن رجبی ازدواج کرد. محسن رجبی همسایه ژیلا صادقی در منطقه لواسان بودند و ارتباط آنها در حد سلام و علیک بوده است و بعد از 7 سال پیشنهاد ازدواج از طرف آقا بهشون شد و در 18 فروردین ماه 94 رسما به خواستگاری رفته است و پس از 1 سال در 18 فروردین ماه 95 مراسم بله برون شد و دوم خرداد هم عروسی کردند. همسر ژیلا صادقی محسن رجبی رستوراندار می باشد. پل فروردین عنوان ویژه برنامه تحویل سال شبکه 2 سیماست که در 3 فاز روی آنتن رفته بود. در فاز اول این برنامه که به استقبال از نوروز، انتظار بهار و گرامی داشته میلاد امام علی علیه السلام روز پدر اختصاص داشت و به مدت 1 هفته تا آغاز سال نو روی آنتن رفته بود. فاز دوم آن مربوط به ویژه برنامه تحویل سال 98 بود و پس از آن نیز پخش این برنامه با پاسداشت نوروز و بدرقه آن ادامه یافته بود. اما نکته قابل تأمل موجی برنامه ژیلا صادقی بود که اجرای او در قسمت‌های منتهی به سال تحویل با نقدهای فراوانی همراه بود. پس از انتشار این نقدها سازندگان برنامه پل فروردین ترجیح دادند برنامه را با موجیان جدیدی ادامه دهند و به همین منظور نیما رئیسی و محسن آزادی به برنامه پیوستند که نیما رئیسی سابقه زیادی در اجرای برنامه‌های رادیویی دارد و در کنار آن
اجرا، بازیگری و خوانندگی را هم تجربه کرده است و محسن آزادی نیز موجی برنامه موفق خوشا شیراز در مرکز استان فارس بوده است.